درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم. اکبر ترکان که یادتونه، اکبر ترکان وزیر دفاع سید علی آقا بود و در دوران جنگم حالا یه روز میرم وزر راه و ترابری، یه روز میرم حمالی، یه روز برمیگشت دوباره. میگم مقام در جمهوری ولایت فقیه ارزش نداره. یعنی شما در گذشته کسی مقامی داشت، اعتباری داشت، آقای عدنان الپاچیچی که وزیر خارجه عبدالکریم قاسم بود و در دولت موقت هم یه مدت کوتاهی در عراق بود، رئیس شورا هم شد، بهش پیشنهاد کردن که خیلی خوب آقا بیا ما جناب عالی رو میکنیم سفیر عراق در ایالات متحده یا سفیر عراق در بریتانیا. گفتون من بعد از وزارت خارجه نمیام برم سفیر بشم. مردم برای خودشون ارزش قائلن، اعتبار قائلن. میگه من عدنان پاچی که 50 سال تو کار دیپلماسی بودم، من نمیام برم الان دارم با یه جوان 30 ساله که اومده، خب خیلی خوبه جوانگرایی کنید، ولی منو آلت دست نکنید که بخواید اعتبار بگیرید با اسم من، ولی منو کوچیک کنید. در جمهوری ولایت فقیه چون ارزش نداره کار، از ریاست جمهوری تا رهبری تا ریاست مجلس چیز کدونه ارزش نداره. وقتی آقای لاریجانی احمدی نژاد رو سنگ رو یخ میکنه، احمدی نژاد هم میاد میگه آقا چرا گریبان این فاسد لاریجانی رو داداش شده میگیرید، چرا قوه قضایی و مجلس رو نمیرید انتقاد بکنید؟ جایگاهشون معلومه چیه، یعنی اعتبار و ارزش داره. حالا اکبر ترکان دو شخص هاست بیاد بره بشه مثلا وزیر راه و ترابری، مجال دوزی بازه، بره وزیر دفاع بازه، بعد بیاد بره معاون وزارت جفنگیات بشه، خب بازم هست. حالا به فرموده ایشان که حرف قابل تحملی زده، یه مدت هم که وزارت نفت بوده، گفته در 7 سال گذشته بیش از 531 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت. حالا برید آقا بگید محمد رضا شاه، بله ایشون دوز بود برد 531 میلیارد دلار در 7 سال. اوج درآمد نفتی ما 20 میلیارد دلار. حالا بر قیمتش ترقی کرده، اما 531 میلیارد دلار خیلی پوله. تو 7 سال یعنی سال 80 90 میلیارد دلار درآمد نفت داشتیم، کجا رفته این پولا؟ چه تاجی به سر شما زدن؟ کدام مرکز پزشکی رو درست کردن که شما یکم درآمد بری اونجا قلبتو عمل کنن بهت برسن؟ کدوم شرکت هواپیمایی رو درست کردن که با خیال راحت توش بشینی؟ نه هواپیماهای روسی ورشکسته در حال از هم گسیختن، برن آنتونوف و نمیدونم هواپیماهای مال عهد دقیانوس روسی رو بیارن. بنابراین 531 میلیارد دلار آقای احمدی نژاد تو مسئولی، چقدر از این پول دستت بوده؟ بقیه‌اش چی شده؟ بیا اینا رو به مردم بگو، فاصله زیادی نداری، حداقل یک خدا بیامرزی برای پدرت و برای خانوادت و خودت آینده بخر. هر چه بودی روی گرزاده بودی، 8 سال توی مملکت رئیس جمهور شدی، حالا اگه تا پایان بری آقا بگو، با مردم صادق باش. تو که ادعا داری فرزند خلقی، صادقانه بیا مردم بگو آقا درست 531 میلیارد داشتیم، 100 میلیاردش دست آقا بوده. آقا چیکار کرده؟ هیچی. حسن نصرالله رو براش مسترا فرنگی ساختن، مسترای اسلامی ساخته بودن، فرنگی هم براش ساختن چون کمرش درد میکنه نمیتونه چون بات میبزن. بله رفتن برای مقام معظم رهبری قصر ملک آباد و یه تیکه سرش انداختن که آقا میرن وقتی صفا میکنن راحت صفا کنن، چشمشون به سر و ناز بیفته و حال کنن. بله پولای شما خرج این شده محمود زهار کیف کیف ببره قصره، خرج این شده که آقای رمضان شله جهاد اسلامی رو بره را ببره، مقتدا صد بره 4 تا سیغه دیگه بگیره. بله بیت المال شما 531 میلیارد دلار
خرج عتینه آقایون شده. آقای محمد تقی مصباح یزدی روی پای سید علی آقا افتاد، لیسی زد، بابتش 7 میلیارد گرفت. ایناس پولای شما چی شده؟ آقای احمدی نژاد میگوید که بله، اشاره میکنه حالا این مجلسی که این توی سرش میزنه و نمایندگانی که دارن طرح استیضاحش رو میذارن، اشاره میکنه که بله اینا ما برنامه اولا پول به بازار تزریق نکردیم. البته یادتون باشه نقدینگی در گردشی که زمان آقای خاتمی 70 هزار میلیارد تومان بوده به 400 هزار میلیارد تومان رسیده در زمان آقای احمدی نژاد. میگوید که آقای احمدی نژاد کسر بودجه و قطع بودجه بسیاری از سازمان ها رو میگه که اینا توسط مجلس و ابرو میره رو عکس آقای خامنه ای، اشاره میره اونجا انجام گرفته. بودجه های بعضی جامون کاهش 25 درصدی داشته و اینجا میشه فهمید که خیلی ها چه کارن. اینو به دانش آموز میگه راجع به شورای دانش آموزی. و بعدم میگوید که آقای احمد توکلی میگوید که بله تمام مصائبی که ما امروز گرفتارشیم عاملش احمدی نژاده، او باعث شده که ما گرفتار این مشکلات و مصائب بشیم، اون اگر کنار زده بشه همه مشکلات و مصائب ما حل خواهد شد. اینو آقای توکلی میگوید. حالا راجع به خود آقای توکلی براتون بگم که کیه، ارتباطش چیه، اینا با هم چه ارتباط هایی دارن، آقای کردان چی بود این وسط، آقای لاریجانی چی کارد و خود این آقای سایت الف چه سوابقی داره اینجا که لندن بود چه کرد، و اینا همه رو باید براتون بازگو کنم که داستانی بسیار شنیدنی است، اما داستانی پر از آب چشم، داستانی که آدم میبینه که اینا چه کردن. بله. زلزلکی شیراز رو لرزاند، آه مبادا. حافظ عزیزم سعدی نازنینم شوریده شیرازی عاشق، مبادا که در گور از زلزله هم بلرزند، در حالی که از عملکرد جمهوری ولایت فقیه میلرزند. چه نازنینان شیراز داره. سلام بر منصور اوجی عزیز، درود بر پرویز خائفی نازنین، چه بچه های خوبی. حسن شهبری الان واشنگتن استاد دانشگاه است. نازنین مردی از شاعران و موسیقیدانان، مدیر برنامه، مدیر رادیو تلویزیون بود در اصفهان، بسیار نازنین، بسیار انسان وارسته و برجسته که یاد بادان روزگاران. یا به هر در دعوای در واقع بین ترکیه و بین سوریه بالا گرفته. امروز دیدم دبیر کل ناتو صحبت میکرد، بعد وزیر دفاع فرانسه که برخلاف حرفایی که قبلا آقای هولند گفته بود و وزیر خارجه فرانسه لیت و لعله میکرد که بله معلوم نیست و خب بتونیم منطقه آزاد و ممنوعه برای پرواز درست بکنیم، باید ببینیم چه اتفاقی میفته. و در سوریه جنگ در وحشیانه ترین شکلش ادامه داره. آدم این جوانای سوری رو میبینه، ارتش آزاد رو میبینه، چقدر اینا روحیه دارن، چقدر استقامت دارن. ای کاش ما نیز توانی مثل اونا داشتیم. داریم، البته میدونم داریم، جوانای ما اینقدر اراده دارن و دلاور هستن. و مطمئن باشید گاه اعزام آقایان به مزبله تاریخ چندان دور نیست. القاعده در یمن سر 3 نفر از یمنی ها رو بریده. اسلام ناب انقلابی محمدی که خب میبینیم چه هست. در لبنان اتفاق جالبی افتاد. با توجه به این اسنادی که العربیه منتشر کرد، اسنادی که بوسعید شعبان توش هست، اسنادی که نشون میده قتل آقای جبران توینی که دیروز براتون گفتم
چطوری بود. اینها آقای پتروسر که یکی از سیاستمدارانه به عنوان یه وکیل خانواده و ورثه جبران توبینی اعلام کرده که در دادگستری لبنان یک دعوای قضایی بر ضد سرتیپ حسن عبدالرحمن، سرتیپ سقرمنون، کسانی که اسماشون در اوراق یا در وثائق یا در مستنداتی که به دست در عربی افتاده آمده که اینا با حزب الله با هم در ترتیب تنظیم و اجرای قتل جبران توهینی دست داشتن، گفته اینا دنبالشون. البته حزب الله بیانیه صادر کرد که اینا بی ربط و ما نیستیم و این مدارک تمامش دروغ. حالا یه مدرک جعلی حسن علی جعفر درست میکنه که بله در بحره 50 نفر رو برداشتن کشتن و پوستشون رو کندن و این هم مدرکیه، مدرک رو شیخ قاسم داده خیلی درسته، اون میشه مدرک، میشه مدرک. ولی اگر العربیه بیاد یک انبوه مدارک مستند بریزه روی میز که آقا این مدارک رو به دست آوردم، نه، اینا همه جعلیه، اینا رو جعلیاتی بودی که ساختن. یک گزارش هم در رویتر میخوندم که یه شرکت چینی به نام ZTE، شاید شنیده باشه خبرو، تجهیزات پیشرفته مخابراتی رو که از جمله تجهیزاتی برای فیلترینگ کنترل شبکه‌های اجتماعی از آمریکا خریده و به ایران فروخته. حالا FBI مشغول تحقیق است تا پس پرده این معاملات رو پیدا کنه. خب چینیا دلالن. یه وقتی در آفریقا، در موزامبیک، آنگولا، کنگو، در جاهای دیگه، در سودان، چینیا به عنوان یعنی به عنوان شرکت‌های دولتی که به یاری مستضعفان و مفلوکان می‌رفت، با قیمت بسیار پایین پروژه‌های بزرگ رو اجرا می‌کرد، محبوب آفریقا. چقدر در موزامبیک، در آنگولا، در اون مناطق چینی ها رو دوست داشتن. ولی امروز چین تاجری شد مثل بقیه تجار، اخلاق صفر، التزامات اخلاقی صفر، هر کاری رو آمدن انجام بده. خب حالا بیش از اینکه زیادتر راجع به این مسئله حرف نزنم، بریم سراغ خانواده‌ای که میخوام امروز راجبش صحبت کنم. خاندان‌های حکومتگر در جمهوری ولایت فقیه خیلی زیاد نیستن، ولی اون تعدادی که هستن باید اینها رو شناخت، برای که هر از گاه متعیار به شکلی در میاد و به صحنه میاد. مثلا شما یادتونه مهدوی کنی دیگه فاتحه که هیچی، القاره ملقاره هم براش خونده بودن. این آقا دوباره ظهور کرد با 4 نفر 4 چنگولی زیر بغلش گرفتن در مقام رئیس مجلس خبرگانش. حالا خاندان مهدوی کنی، مهدوی کنی اصولا از یک خانواده آخوند تهرانی است که در کن و سلوغان ملک و ضیاع و عقار بسیار داشتن. من یادم از زمان شاه مهدوی کنی یکی دو بار تبعید شد، یه دوران خیلی کوتاهی هم در زندان به جرم هواداری از خمینی. آقای مهدوی کنی در همین منطقه کن و ونک و اون طرفاش املاک زیادی داشت، پول زیادی داشت و تجارت هم میکرد. من یادم یه وقت من محضر پدرم و مثلا معامله میکرد، معامله کلان، خیلی بالا، زمینی میفروخت، زمینی میخرید، خانه میفروخت، انتقال میداد به نام پسرش، میکرد به نام عروسش میکرد. نقشی که مهدوی کنی داره براتون بگم این است که آقای کنی از روز اول انقلاب به عنوان عضو شورای انقلاب حضور داشت، در واقع فرد خردمند و حکیم اون مجموعه بود که انقلاب رو بکشیم و اینا، هیچ وقت جلو نبود در صف آدم کشان، قاضی شهر، رئیس دادگاه انقلاب، نه، پشت پرده و
چه کاری رو گرفت؟ ریاست کمیته ها. متا مهدوی کنی چون خودش رو بالاتر میدونست، برادرش باقری کنی که پسرش داماد آقای خامنه‌ایه و یه پسرش هم علی باقری است که در مذاکرات اتمی به پای سعید جلیلی است، این آقا باقری کنی رو گذاشت به عنوان مسئول اجرایی ریاست، جایگاه ریاست در کمیته‌های انقلاب. دفتر مرکزی هم در مجلس شورای ملی بود، در ساختمان مجلس در بهارستان. مهدوی کنی در طبقه دوم، اون بالا یک اتاق بزرگی داشت تشکیلات میشست و ملاقاتهای خصوصیشو میکرد. در مقابل باقری کنی پایین یه میز گذاشته بود، آدم هم ندن میرفتن و صحبت میکردن. که من یادمه یه روز من رفته بودم اونجا، آقای فریبرز عباسی دوست قدیم و پدر کیوان عباسی مدیر شبکه من و تو که بازرگان بود و پدرش هم سعتیب عباسی معروف، ایشون اومده بود اونجا که اجازه خروج بگیره و به علت اینکه فرزند کوچکش تو پسرش کوروش که در اون زمان در 12 سالش بود در خارج بود، اومده بود اجازه بگیره بتونه بیاد خارج. و اونجا همین آقای باقری کنی نشسته بود و به بندم گفت شما ایشون رو میشناسید. نگاهی بهش کردم، پر از چشم، پر از مهربانی، و گفتم بله. کاری ندارم، آقای باقری کنی هم نشسته بود. یادم هست اون طرف خلخالی نشسته بود با شیخ فضل‌الله محلاتی و اینا، فرشای بسیار نفیس و گرانبهایی رو که جمع کرد بندی طرف میرفتن و شماره میزدن و به پاسدارا میگفتن اینا رو ببریم بیرون. آقای مهدوی کنی از اونجا، از اون ریاست کمیته ها، راه به وزارت کشور پیدا کرد. کابینه آقای رجایی که درست شد و بعد از اون کابینه باهنر، رجایی شد رئیس جمهور. مهدوی کنی مرد مقتدر دولت، اوج درگیری ها هم بود با مجاهدین و با مخالفان، که ایشون یک سخنرانی معروف کرد: من محمد رضا مهدوی کنی هم، نه محمد رضا پهلوی، من رحم ندارم و نمیبخشم. خمینی هم کیف میکرد، هر روز خبر میوردن آقای مهدوی کنی 100 نفر گرفته و تحویل داد و کشتن. و این آدم که برای خودش یه موقع آبروی داشت، بی آبرو شد. بعدم وقتی که رئیس جمهوری وقت آقای رجایی و نخست وزیر آقای باهنر کشته شدن در جلسه شورای امنیت ملی، که آقای مهدوی کنی نرفته بود، چرا؟ آقای رفسنجانی هم نرفته بود. در هر روی وقتی اینا کشته شدن، آقای مهدوی کنی شد سرپرست، سرپرست دولت شد. هدفش هم این بود که رئیس جمهور بشه، میخواست رئیس جمهور بشه. اما رفسنجانی راقب نبود. رفسنجانی بر این باور بود که مهدوی کنی یه آدم قدرتمداره، میاد و همه اینا رو میزنه کنار. آقای منتظری هم اتفاقا مخالف بود و اون زمان منتظری اعتبار و آبرو و جایگاهی داشت. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که اینا رفتن پیش آقای خمینی، یعنی هاشمی و خامنه‌ای و بقیه رفتن پیش آقای خمینی که آقا حالا که یاران عزیز شما یکی بعد از دیگری شهید شدن، چه بهتر یک چیز آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بشه؟ بالاخره ایشون شهید زنده است، مجاهدین خواستن بکشنش، دستش فلج شده، این الان به نفع کشور ما. نخست وزیر هم میاریم که با ایشون هماهنگ باشه. خلاصه مهدوی کنی قهر کرد، وقتی اینجوری کردن رفت بیرون و اعتنایی به آقای خامنه‌ای نکرد که مثلا تو رو قبول ندارم. ولی در پس پرده این آدم با دانشگاه امام صادقی گرفت، بودجه‌ای که در اختیارش دادن، زمین‌هایی که بالا کشید، تبدیل شد به یک قطب قدرتمند اقتصادی، مالی و سیاسی. دانشگاه امام صادق درباره در واقع رجل تربیت می‌کرد برای اداره ارگان‌های جمهوری ملت فقیه.
و این آقای مهدوی کنی در آب نمک خوابید خوابید تا زمانی که صحبت حذف هاشمی پیش اومد، برداشتن او از خبرگان، مهدوی کنی رو بردن به ریاست خبرگان. برادرزادش هم که داماد آقا بود دیگه پیوندها محکم شده بود. امروز مهدوی کنی یکی از ارکان قدرته، اگرچه قدرت این رو نداره که عبای خودشو بذاره دوشش. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نویزاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم. Long and soon I hear, oh, please.
Da 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 da